به نام خدا، پروین حاجی عباسی هستم، دکترای شیمی عالی با آموزش جداسازی شناسایی ترکیبات عالی که برای مجموعه فرادرس تهیه شده در خدمت شما هستم. میخواییم در اینجا درس اول رو با هم شروع کنیم. مبحث اول آموزشی راجع به آزمایشات مقدماتی، خواص فیزیکی ترکیبات عالی و تعیین خلوص ترکیبات عالی میشه. در واقع این درس یک مقدمه هست در شناسایی ترکیبات عالی. هدف ما در این مجموعه آموزش این هستش که وقتی یک ترکیب عالی مجهول یا ناشناخته‌ای به شما داده میشه، شما توانایی این رو داشته باشید که اون ترکیب رو شناسایی کنید و بگید ساختار مولکولی اون ترکیب چی هستش. حالا درس اول رو میخوایم شروع کنیم. با مقدمه شروع میکنیم. منتها قبل از اینکه مقدمه رو بگیم، اول میخوام یک دیدی به شما بدم که تا انتهای درس اول قرار هست راجع به چه مطالبی صحبت بشه. بعد دوباره برمیگردیم و مقدمه رو راجع بهش صحبت میکنیم. بعد از اینکه راجع به مقدمه شنیدید در این درس، راجع به ایمنی آزمایشگاه قرار هستش که بحث بشه و بشنوید. در آزمایشگاه با یه سری ترکیبات خطرناک سر و کار دارید که لازم هست بدونید که چجوری با این ترکیبات خطرناک برخورد کنید، یا اگر بالفرض یکی از این ترکیبات خطرناک روی پوست دستتون بریزه شما باید چه واکنشی رو داشته باشید، یا با یه سری لیبل هایی که روی مواد آزمایشگاهی هست آشنا میشید که میتونه به شما در مورد خطرات اون ترکیب شیمیایی کمک کنه، یا طی واکنش های شیمیایی که انجام میدید یه سری مواد زائد تولید میشه، شما چجوری باید این مواد زائد رو دفع کنید. این میشه از ایمنی آزمایشگاه که بعد از مقدمه راجعش صحبت میکنم. بعد از اینکه راجع به ایمنی آزمایشگاه صحبت کردم، مراحل شناسایی ترکیبات عالی تو آزمایشگاه رو بیایم دونه به دونه بحث میکنیم. برای اینکه بیایم ساختار ترکیب عالی رو تعیین کنیم، میتونیم از دو روش استفاده کنیم. یکی از این مسیرها این هستش که شما بیاین ترکیب عالیتون رو ابتدا بررسی های اولیه روش انجام بدید، یعنی ثابت های فیزیکی ترکیب رو بررسی کنید و خواص فیزیکیش رو به طور کلی بیاین بررسی کنید در مورد خالص سازیش و غیره و غیره، و بیاین یه سری واکنش های شیمیایی روش انجام بدید که حالا کامل راجع به این بحث میشه و مشتق ازش تهیه کنید. روش های آزمایشگاهی هست. روش دوم هستش که بیاین از طریق طیف سنجی مادتون رو شناساییش رو انجام بدید. روش های طیف سنجی این هستش که شما از ترکیب عالیتون بیاین 4 طیف بگیرین. یک ترکیب عالی مجهول یا ناشناخته اگر ازش این 4 طیفی که خدمتتون عرض میکنم گرفته بشه، اون ترکیب عالی میتونه ساختار مولکولیش به طور کامل مشخص بشه. این 4 طیف حالا چی هستش؟ 4 تا طیف از ترکیب عالیتون میگیرید. یکی طیف IR هست یا طیف مادون قرمز، یه طیف جرمی یا مس، یکی طیف رزورانس مغناطیسی هسته یا H1NMR، یکی طیف رزورانس مغناطیسی هسته کربن 13 یا کربن 13 NMR. پس شد طیف IR، مس، H1NMR و کربن 13 NMR. اگه از یه ترکیب عالی این 4 طیف گرفته بشه، ساختار مولکولیش کامل مشخص میشه که این ترکیب چه ساختاری رو داره. پس برای اینکه ترکیب عالیتون رو تشخیص بدید، از یکی از این دو روش میتونید بیاین استفاده کنید. حالا ما فعلا روش طیف سنجی رو باش کاری نداریم، میذاریم کنار. برای اینکه بررسی های اولیه و واکنش های شیمیایی رو انجام بدیم، این رو میخوایم بیشتر راجبش بحث کنیم، یعنی مسیر اول رو الان مد نظرمون هست در ادامه. مراحل شناسایی در مسیر اول به این صورت هست که شما ابتدا مادتون رو باید بررسی کنید که مادتون خالص باشه. بررسی میکنید اگر ناخالصی در ترکیبتون وجود داره، باید ناخالصی شتمن جدا بشه و بعد مراحل شناسایی که میگم رو روش انجام میدید. پس مرحله اول جداسازی ماده خالص هست. مرحله دوم این هستش که ما بتونیم فرمول تجربی ترکیب رو تعیین کنیم. فرمول تجربی ترکیب رو از طریق یه سری تجزیه های کمی که انجام میدیم، فرمول تجربی ترکیب رو مشخص میکنیم. ترکیب درصد جسم مشخص میشه، فرمول تجربیش تشخیص داده میشه و از روی فرمول تجربی ما میرسیم به فرمول مولکولی. سوم این هستش که شما بتونید ثابت‌های فیزیکی اون ترکیب رو
بررسی کنید. اگه ترکیبتون ماده جامدی باشه، مثلا ثابت فیزیکی که میتونه به شما کمک کنه، نقطه ذوب هست. اگه مادهتون مایع باشه، میتونید نقطه جوش رو براش تعیین کنید، چگالی رو براش تعیین کنید، ضریب شکست رو براش تعیین کنید. به طور متداول همون نقطه جوش هست برای مایعات که ثابت های فیزیکی که استفاده میشه کاربرد داره، همون نقطه جوش هست که بیشتر از بقیه کاربرد داره. بعد از اینکه ثابت های فیزیکی رو تعیین کردید، مرحله چهارم این هستش که شما دستبندی حلالیتی روی اون ترکیبتون انجام بدید. دستبندی حلالیت چی هستش؟ این دستبندی حلالیت در درس سوم به طور کامل بحث میشه. یه سری گروه های حلالیتی تعیین شدن. شما با تعیین اینکه تست های حلالیتی به چه صورت هستش، تعیین میکنید که ترکیب مجهولتون جز به کدوم گروه حلالیتی هست. مرحله پنجم، آزمایش های کیفی برای تشخیص عناصری مثل نیتروژن، گوگرد یا هالوژن هست. به این آزمایش ذوب قلیایی با سدیم گفته میشه. این آزمایش به طور کامل توضیح داده میشه. مرحله ششم هم این هستش که شما بیاین تک به تک گروه های عاملی رو بررسی کنید. واکنش های شیمیایی که تعیین میکنه آیا این گروه عاملی بالفرض گروه عاملی الکل هست، گروه عاملی آلدهید یا کتون هست. تک به تک میایم بررسی میکنیم واکنش های شیمیایی و تعیین میکنیم که این ترکیب عالیمون چه گروه عاملی رو داره. بعد از اینکه تعیین کردیم گروه عاملی ترکیبمون چی هست، میایم یه ترکیب مشابهی که بهش میگن مشتق از اون ترکیب اصلیمون مجهولمون تهیه میکنیم و با تعیین نقطه ذوب اون ترکیب و انطباقش با نقطه ذوبی که در مراجع وجود داره متوجه میشیم دقیقاً ساختار مولکولی ترکیبمون میتونه به چه صورتی باشه. ایمنی در آزمایشگاه. قبل از اینکه وارد مراحل شناسایی ترکیبات عالی بشم و انجام واکنش‌های شیمیایی رو برای شناسایی توضیح بدم، کمی به بحث ایمنی در آزمایشگاه می‌پردازیم، چرا که حفظ سلامت و رعایت ایمنی خیلی مهم هست در آزمایشگاه. با مواد شیمیایی و یک سری ترکیبات عالی در آزمایشگاه سر و کار دارید. این مواد شیمیایی نسبتاً سمی هستند. ممکنه کمی بیشتر یک ترکیب سمی باشه یا کمی کمتر. ولی به طور کلی و احتیاط لازم رو در هنگام کار کردن با اون در عمل بیارید. جایی ممکنه نیاز باشه که لوله آزمایش یا ظرف آزمایشتون حرارت داده بشه. در یک واکنش شیمیایی گفته بالفرض که شما لوله آزمایشتون رو حرارت بدید. زمانی که حرارت میدید، ایمنی به این صورت هست که شما هیچ وقت سرتون رو برای ظرفی که در حال حرارت هستش قرار ندید. یعنی سرتون رو به سمت دهانی خروجی ظرف هیچ وقت قرار ندید و ایمنی لازم رو رعایت کنید. اگه جایی لازم باشه که بخارات محلول رو تنفس کنید، هیچ وقت مستقیما سرتون رو بالای ظرف نگیرید برای اینکه بخارات رو تنفس کنید. با دستتون بخارات محلول رو به سمت بینیتون هدایت میکنید و به این صورت تنفس میکنید. در هر آزمایشگاهی یک یا چند تا حوض قرار داده شده که هوای آزمایشگاه رو تهویه کنه. یه سری از آزمایشات هستن که مواد سمی در طی انجام اونها تولید میشه. اگه شما این چنین آزمایشی رو انجام میدید، حتما زیر حوض انجام بدید. اگه جای نیاز داشتید که اسید غلیظ رو رقیق کنید، هیچ وقت آب رو به اسید غلیظ اضافه نمی کنید، چرا که این واکنش بسیار گرمازا هست و باعث پاشیده شدن اسید میشه و بسیار خطرناک هست. روش رقیق کردن اسید غلیظ به این صورت هست که شما اسید رو قطره قطره به آب اضافه می کنید و محلول رو به هم می زنید. پس هیچ وقت آب رو به اسید غلیظ اضافه نمی کنید، بلکه اسید غلیظ رو قطره قطره به آب اضافه می کنید و به این صورت اسید غلیظ رقیق می شه. ادامه ایمنی در آزمایشگاه. در یک سری از واکنش ها نیاز دارید از حلال استفاده کنید. حلال های عالی ترکیباتی هستند که به شدت آتشگیر هستند. زمانی که از حلال استفاده می کنید، باید دقت کنید که این حلال ها رو کنار شعله یا حرارت هیتر قرار ندید، چرا که باعث آتش گرفتن میشه. در هر آزمایشگاهی کپسول آتش نشانی، دوش آب یا جعبه کمک های اولیه قرار داره.
شما وقتی وارد آزمایشگاه شدید، مکان این موارد رو شناسایی کنید که در کجا قرار گرفته: کپسول آتش نشانی، دوش آب و جعبه کمک های اولیه. و در نتیجه زمانی که ضرورت پیدا کنه، شما میتونید از اونها استفاده کنید. اگر اسید یا مواد قلیایی یا باز روی پوست دستتون بریزه، باید چه واکنشی نشون بدید؟ اگر مواد قلیایی روی پوست دستتون بریزه، اون قسمت پوست رو با آب شستشو میدید. بعد از اینکه با آب شستشو دارید، با محلول استیک اسید که همون سرکه هست، مکان رو شستشو میدید. اگه اسید روی پوست دستتون بریزه، باز هم پوست رو با آب فراوون شستشو میدید و بعد با بیکربنات سدیم یا جوش شیرین محل رو شستشو میدید. اگر بروم روی پوست دستتون بریزه، محل رو با گلیسرین بمالید و بعد از یه مدت با تنظیف تمیز کنید. اگه دچار خراشیدگی یا بریدگی روی پوست دستتون شدید، اول مکان بریدگی رو با اتانول کمی ضد عفونی کنید، بعد به وسیله باند پانسمان کنید. از عینک ایمنی استفاده کنید برای اینکه از چشماتون محافظت کنید. دقت کنید که پهلوهای عینک ایمنیتون هم حفاظ داشته باشه تا به طور کامل چشم رو پوشش بده. در اینجا میخوایم چند تا ترکیب رو بررسی کنیم که شما در آزمایشگاه ممکنه با اون مواجه بشین. و ببینیم اگر پوست دستتون، اگر قسمت‌های مختلف بدنتون با اون ماده شیمیایی تماس داشته باشه، میتونه چه آثار مخربی رو روی اون قسمت داشته باشه. اول اسیدها و بازها. اگه اسیدها و بازها با بدن تماس پیدا کنن، اگه غلظت بالایی داشته باشن، خیلی غلیظ باشن، میتونن پوست دست رو تجزیه کنن، پوست بدن رو تجزیه کنن. به خصوص اگه اسیدهای قوی باشن که خاصیت اکسید کنندگی هم داشته باشن، مثل HCLO4، HNO3 یا H2SO4، اینها اسیدهایی هستن که بسیار خورنده هستن در غلظت‌های بالا. به اصطلاح گفته میشه که اگه روی پوست دست بریزن، میتونن پوست دست رو بکنن. الکل‌ها به عنوان کلی به عنوان سست کننده سیستم اعصاب ازشون یاد میشه. الکلی مثل اتانول در عین حال که به عنوان یک حلال عالی سبز در خیلی از واکنش‌ها به کار گرفته میشه و به عنوان گرین سالونت هست، باز هم جزء دسته الکل‌ها هست و میتونه به عنوان سست کننده سیستم اعصاب باشه. الکلی مثل متانول مقدار کمش میتونه رو اعصاب بینایی تاثیر بذاره و وجود مقدار کمی از متانول در بدن میتونه منجر به کوری بشه. سیانیدها ترکیباتی هستن که به ترکیبات مرگبار مشهورن. اونها میتونن باعث ضعف تنفس و مرگ سریع بشن. مونوکسید کربن رو حتما در این تونل‌های بسیار طولانی که در اونها ماشین‌ها رفت آمد میکنن، اونجا فضای بسته‌ای هستش که گاز مونوکسید کربن بسیار با غلظت بالا ممکنه وجود داشته باشه. حتما اونجا با این گاز مواجه شدید. اگه مونوکسید کربن در مجاورت شما باشه، میتونه با سیستم انتقال اکسیژن خون ترکیب بشه و از انتشار اکسیژن در بدن جلوگیری کنه. در نتیجه باعث احساس خفگی بشه. سولفید هیدروژن H2S. سولفید هیدروژن یک گاز سمی هست. بوی خیلی بدی داره. بوی فاضلاب یا گفته میشه بوی تخم مرغ گندیده داره. بعضی از آزمایشات هستن که طی انجام اونها ممکنه گاز سولفید هیدروژن آزاد بشه. اگر این گاز تنفس بشه، اگه غلظتش خیلی زیاد باشه، ممکنه شخص رو به حالت اغما ببره یا باعث مرگ چند ثانیه‌ای شخص بشه. ولی اگه غلظتش کم باشه، ممکنه باعث سردرد و تهوع و سستی بشه. جیوه جزء فلزات سنگین هستش. اگه به هر دلیلی جیوه جذب بدن بشه، مثلا از طریق تنفسی یا تماس پوستی یا غیره، میتونه جذب بدن بشه. اگه وارد بدن بشه جیوه، به راحتی از بدن دفع نمیشه، تو بدن باقی میمونه، میتونه به قسمت‌های مختلف بدن مثل اعصاب و کبد و اعضای دیگه بدن آسیب مخربی بر روی اونها داشته باشه. البته الان چون پساب بعضی از کارخونجات حاوی جیوه هست و وارد رودخونه ها میشه، ماهی ها هم بدنشون آغشته به این فلز سنگین هست و ما هم چون از ماهی ها تغذیه میکنیم، ممکن این فلز سنگین وارد بدن انسان ها هم بشه. سرب
فلز سنگین دیگه ای هست که این فلز هم ممکنه باعث مسمومیت شدید بشه، کم اشتهایی، تهوع، تشنج، صدمات دائمی مغز رو هم ممکنه به دنبال داشته باشه. متانول هم که در دسته الکل ها بررسی کردم ممکنه روی اعصاب بینایی تاثیر داشته باشه و مقدار کمش در بدن باعث کوری میشه. اتانول اگه با محلول غلیظش سر و کار دارید، این محلول غلیظ میتونه خطرناک باشه، چرا که از طریق پوست هم میتونه جذب بشه و مسمومیت ایجاد کنه. حلال اتانول حلال آتشگیری هست، باید دور از شعله یا هیتر و به طور کلی حرارت قرار بگیره. اگه مقداری اتانول دارید که میخواین اون رو از بین ببرید، میتونید اون رو با آب مخلوط کنید، چرا که آب با اتانول به خوبی حل میشه و در نتیجه اگر با آب زیاد اون رو حل کنید میتونیم بگیم که از بین رفته. دیتیل اتر به طور کلی اترها میتونن ترکیبات خطرناکی رو در خودشون ایجاد کنن به نام پروکسیدها که بسیار ترکیبات ناپایداری هستند. اترها به مرور زمان که غلیظ میشن میتونن پروکسیدها رو در خودشون ایجاد کنن. پروکسیدها ترکیبات ناپایداری هستند که میتونن موجب انفجار بشن. پس زمانی که با ظرف اتری سر و کار دارید به انتهای ظرف اتر توجه کنید که ببینید جامدی در انتهای ظرف وجود داره یا خیر. یا اگر جایی دارید اتر رو حرارت میدید، خیلی دقت کنید که اترها نباید خیلی غلیظ بشن، چون با غلیظ شدنشون ممکنه پروکسید درشون ایجاد بشه. از طرف دیتیل اتر یک ماده آتشگیری هست. وقتی که با این حلال کار میکنید مراقب منابع حرارتی هم باشید. دیتر سمیت ویژه‌ای هم داره که میتونه موجب خواب‌آلودگی و بیهوشی بشه. پترولیوم اتر مایع بیرنگی هست. بخارات اون در غلظت‌های زیاد موجب مسمومیت میشه. این مایع باعث سوزش پوست و چشم میشه و خیلی هم آتشگیر هست. استون حلال مناسبی هست برای اینکه ما ظرف‌هایی که در آزمایشگاه استفاده می کنیم آغشته میشه با ترکیبات عالی رو بتونیم با این حلال شستشو بدیم. این حلال خیلی قطبی هست، ناخالصی‌ها رو به راحتی در خودش حل میکنه. از طرفی استون نقطه جوش پایینی هم داره، پس به سرعت تبخیر میشه، سریع ظرفمون خشک میشه. پس میتونیم از حلال استون برای تمیز کردن ظرف‌های آزمایشگاهی، شستشوی ظرف‌های آزمایشگاهی به راحتی کمک بگیریم. حلال استون آتشگیر هم هست، پس باید احتیاط داشته باشیم. در کار کردن با این حلال احتیاط لازم رو به عمل بیاریم. در صورتی که این حلال خورده بشه برای کبد و کلیه میتونه آسیب‌های جدی رو وارد کنه. بنزن ترکیبی خیلی خیلی خطرناک و سمی هست. به عنوان یک ماده سرطانزا شناخته شده. افرادی که در تماس مداوم و مستقیم با غلظت‌های از بنزن هستند میتونن در معرض سرطان خون باشن. بروم و آب بروم مایعی قهوه‌ای مایل به قرمز هست. بخارات بسیار فراری داره که اینجا در شکل نشون داده شده. همین که در ظرفش باز باشه یا در ظرفی باشه که بازش کنید، به راحتی می‌بینید بخاراتش که داره از ظرف خارج میشه، چون خیلی فرار هست. این بخارات برای چشم و پوست و شش خارش آور و تحریک آمیز هستش. در صورتی که جذب بدن بشه میتونه سمی و خورنده باشه. آب بروم رو برای شناسایی گروه عاملی برای تعیین ترکیبات غیر اشباع میان از آب بروم استفاده میکنن برای شناسایی این گروه های عاملی. آب بروم خورندگیش کمتر از خود بروم مایع هست. کلور گاز سبز رنگی هست که خیلی سمی و مضر هست، که بوی اون باعث خارش گلو میشه، ممکنه در غلظت‌های کم هم باعث مرگ و میر بشه. پیریدین مایع بیرنگی هست، فرار هست، آتشگیر هست و بسیار مضر و خطرناک هست. سدیم در بعضی از آزمایشاتتون مثل ذوب قلیایی با سدیم یا تشخیص هیدروژن فعال در گروه‌های عاملی مثل الکل‌ها بیاین با از سدیم استفاده می‌کنید. زمانی که دارید از سدیم استفاده می‌کنید توجه کنید که این عنصر واکنش پذیری خیلی زیادی داره، به همین خاطر اون رو زیر نفت یا روغن نگهداری می‌کنن. زمانی که نیاز به سدیم داشتید یک تکه خیلی کوچیک از سدیم رو بردارید و حتما بعد از اینکه کارتون تمام شد اضافی سدیم رو باید خنثی کنید. چجوری اضافی سدیم رو خنثی می‌کنید؟
به وسیله الکل. سدیم آتشگیر هست. اگر مقدار اضافی سدیم رو با الکل خنسا نکنید، بالفرض اون سدیم اضافیتون در سینک ظرفشویی ریخته بشه، میتونه باعث آتش سوزی در آزمایشگاه بشه. بنابراین در کار کردن با سدیم احتیاط لازم رو داشته باشید و حتما و حتما بعد از اتمام کارتون اضافی سدیم رو با الکل خنسا کنید. همونطور که در شکل می‌بینی جامد قلیایی سفید رنگی هست که می‌تونه برای پوست دست برنده باشه و آسیب وارد کنه به پوست دست. پیونیل کلوراید یه مایع زرد رنگی هست که اشک‌آور و سمی هست. بخارات تیونیل کلوراید باعث سوزش و تحریک چشم و پوست و به طور کلی سیستم تنفسی میشه. فنیل هیدرازین هم مایع زرد تا قهوه‌ای رنگی هست که برای چشم و پوست زیان آور هست و باعث میشه که بلبول‌های قرمز خون همولیز بشن. اینا یه سری از ترکیبات عالی بود که تا اینجا ذکر کردم که ممکنه شما تو آزمایشگاه شناسایی ترکیبات عالی با اونها سر و کار داشته باشید و میزان خطراتشون و نحوه کار کردن با اونها آشنا باشید تا بتونید ایمنی رو در آزمایشگاه به خوبی رعایت کنید. ترکیبات عالی سرطانزا. بعضی از ترکیبات عالی هستند که سرطانزا بودن اونها تایید شده و مشخص شده. با توجه به این که بیماری‌های خاصی مثل سرطان داره افزایش پیدا می‌کنه، می‌خواستم در اینجا با برخی از ترکیبات عالی که می‌تونه برای بدن خطرناک و سرطان‌زا باشه و شما در معرض اون هستید در آزمایشگاه عالی باهاش آشنا باشید. این ترکیبات که عبارتند از در لیستی که در اینجا آورده شده: یک نفتیل آمین، دو نفتیل آمین، بیسکلورومتیل اتر، وینیل کلورید، اتیلن ایمین، 4 آمینو بیفنیل، 4 نیترو بیفنیل یا بایفنیل و این نیتروزومتیل آمین و ترکیبات دیگه از این دست. اگه با این ترکیبات در آزمایشگاه سر و کار داشتید، احتیاط لازم رو به عمل بیارید. دفع مواد زائد آزمایشگاهی هم نکته خیلی مهمی هست که اینجا میخوام بهش توجه کنید. بعد از اینکه آزمایشتون تمام شد، حتما به این نکته توجه داشته باشید که مواد شیمیاییتون رو داخل سینک ظرفشویی نریزید تا از آلوده شدن فاضلاب شهری جلوگیری بشه. معمولا در آزمایشگاه یک یا چند تا ظرف برای نگهداری پساب و پسماند آزمایشاتتون گذاشته شده. اگه لازم هست فهرستی رو تهیه کنید که چه معرف‌هایی و در چه ظرف‌هایی میتونه ریخته بشه. یه فهرستی داشته باشید از ظروفی که در آزمایشگاه قرار داده شده برای اینکه پساب آزمایشتون در اون ریخته بشه. حالا میتونه مواد عالی به صورت جداگانه در یک ظرف ریخته بشه، مواد معدنی به صورت جداگانه در یک ظرف ریخته بشه. حتما از مسئول آزمایشگاهتون در این مورد کمک بخواید. ببینید، خالی کردن پسابها در ظروف هم میتونه خطرناک باشه. مثلا اگه یه ظرفی رو در اون اسید قوی ریختیم، اگه باز قوی هم در همون ظرف بریزید ممکنه باعث انفجار بشه. پس احتیاط رو حتما داشته باشید و رعایت کنید. به این شکل توجه کنید، این برگه زیری برگه آشنایی باید برای شما باشه، چرا که توی ظروف مواد شیمیایی یه برگه شبیه به این رو حتما تو آزمایشگاه دیدید. این برگه اطلاعات خیلی مختصری در مورد اون ترکیب بخصوص به شما میده. ما از این برگه با عنوان برچسب شیمیایی روی ظرف مواد اینجا اسم بردیم. این شکل بالایی هم مربوط میشه به Material Safety Data Sheet، یعنی برگه اطلاعات ایمنی مواد. همونطور که میدونی و از خطراتش صحبت شد، موادی که در آزمایشگاه وجود دارد، ترکیبات شیمیایی که وجود دارد، میتونن خطرات خاصی رو داشته باشن. هر کدوم از مواد میتونن خطرات خاصی داشته باشن. در مورد بعضی از این خطرات هم در اسلایدهای قبل صحبت شد. بنابراین شرکت‌های سازنده و تولید کننده مواد شیمیایی اطلاعاتی راجع به اون ماده شیمیایی و خطراتی که داره در اختیار ما می‌ذارن تا زمانی که با اون ماده کار می‌کنیم بتونیم ایمن‌تر کار کردن با اون ماده رو سپری کنیم و
برای اینکه با علائم خطر و توضیحات ایمنی یک ترکیب شیمیایی آشنا بشیم، دو راه وجود داره. یا اینکه بیایم از برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS استفاده کنیم، یا اینکه به برچسب‌های شیمیایی روی ظرف مواد مراجعه کنیم. حالا می‌خوایم در ادامه راجع به این دو مورد بیشتر توضیح بدیم و بگیم هر کدوم چی هستن و چه تفاوت‌هایی با هم دارن. MSDS چی هست؟ MSDS مخفف Material Safety Data Sheet هست یا برگه اطلاعات ایمنی مواد. برگه اطلاعات ایمنی مواد اطلاعات کاملی از خطرات یا ضایعاتی که ممکنه از جابجایی انبار این ماده، استفاده این ماده ایجاد بشه در اختیار شما میذاره. اینکه یه ترکیب شیمیایی در چه محیطی میتونه نگهداری بشه، در چه درجه حرارتی باید نگهداری بشه یا انبار بشه، یا اینکه اگه خطری از این ماده شیمیایی به شما ممکنه وارد بشه، با این خطر چجوری مواجه بشین. اطلاعات زیادی در اختیار شما میذاره. اطلاعات زیادی مثل هویت اون ماده، اجزای سازنده اون ماده، خواص فیزیکی و شیمیایی، پایداری، واکنش پذیری، اطلاعاتی که راجع به محیط زیست هست، اکولوژی هست و میتونه خطراتی که داشته باشه در این مورد در اختیار ما میذاره. البته در همه این موارد در MSDS یک ترکیب اینها یه فرمت خاصی نوشته میشن. این فرمت بر اساس استانداردهای اداره بهداشت و ایمنی آمریکا هست. یعنی این انستیتو یه فرمت استانداردی داره که همه MSDS ها بر اساس این فرمت استاندارد نوشته میشه. اگه شما اسم ترکیبتون رو به علاوه MSDS تو موتورهای جستجو مثل گوگل سرچ کنید، میتونید اطلاعات برگه ایمنی مواد رو به دست بیارید. البته این MSDS ها به صورت سالید و جامد به صورت دفترچه هم موجود هست. حالا ما از دو مورد اسم بردیم، MSDS و برچسب روی مواد. در اینجا میخوام ببینیم این دو چه تفاوتی با هم دارن. MSDS برای هر ترکیب تو چندین صفحه ممکنه نوشته بشه و اطلاعات خیلی کاملی داره. یه منبع، یه مرجع کامل هست راجع به ایمنی اون ترکیب که در واقع میشه گفت برچسب شیمیایی روی ظرف ماده شیمیایی یه بخش خیلی کوچیکی از MSDS هست که به صورت خیلی مختصر روی ظرف ترکیب شیمیایی آورده شده. در برچسب گذاری روی مواد نام ترکیب و آدرس شرکت تهیه کننده ماده شیمیایی، نام تجاری ماده، خواص فیزیکی و شیمیاییش مثل نقطه ذوب، نقطه جوش ترکیب ذکر میشه. موقعی که باهاش کار میکنید یه آشنایی مختصری با اون ترکیب شیمیایی داشته باشید. هدف از این که روی ماده شیمیایی برچسب گذاری میشه، با وجود اینکه MSDS برای اون ترکیب وجود داشته، ولی روی ماده شیمیایی برچسب گذاری میشه. هدفشون این هست که شما در هنگام استفاده از ترکیب شیمیایی بتونید به صورت ایمنتر از اون ترکیب استفاده کنید. یا آشنا باشیم که خصوصیات اون ماده چی هست. با یک نگاه به اون برچسب متوجه میشیم که اون برچسب چه خطراتی رو برای انسان یا محیط زیست میتونه داشته باشه. یا اگه خطری شما رو تهدید میکنه، راه های مقابله با اون خطر در مورد اون ترکیب برای شما نوشته شده. در اینجا میخوام توجه شما رو به چند تا پیکتوگرام خطر جلب کنم. اگه تو آزمایشگاه روی ظرف مواد شیمیایی روی برچسب‌های ترکیب شیمیایی دقت کرده باشی، حتما با این پیکتوگرام‌های خطر، با این اشکال و با این تصاویر مواجه شدید و این تصاویر رو دیدید. هر کدوم از این تصویرها یک معنایی دارن که شما میتونید به صورت خیلی مختصر آشنا بشین با خطرات اون ترکیب. به عنوان مثال اگر این تصویر روی برچسب ماده شیمیاییتون وجود داره، یعنی که ترکیبتون اکسپلوزیو یا قابل انفجار هست. یا اگر این تصویر رو دیدید، یعنی که ترکیبتون اکسید کننده هست. یا اگر این پیکتوگرام وجود داشته باشه، یعنی ترکیبتون قابل اشتعال هست. این پیکتوگرام ها رو با هم مقایسه کنید. این پیکتوگرام اکسید کننده هست، این به شدت قابل اشتعال هست، extremely flammable، و این قابلیت اشتعال زیاد داره. ببینید تفاوت اینها خیلی کم هست، منتها به صورت انگلیسی زیرش نوشته شده که این extremely flammable هست و این highly flammable. قابلیت اشتعال زیادی داره، این به شدت قابل اشتعال هست. یا این تصویر رو اطمان پروسیو روی اسیدها و بازها میبینید، خورنده هست. یعنی اگر رو پوست دستتون بریزه
ممکنه باعث از بین رفتن و آسیب به پوست دستتون بشه. یا این ترکیب هست که خطرات رو برای محیط زیست نشون میده. اگه روی ترکیب شیمیایی باشه، یعنی اون ترکیب شیمیایی میتونه خطرات اکولوژیکی داشته باشه. یا علامت هارمفول موزل یا پیکتوگرام های خطر مربوط به ترکیب تحریک کننده ایریتنت رو میبینید. یا اگه ترکیبی سمی باشه تاکسیک، این علامت رو روش میبینید. اگه خیلی سمی باشه، این علامت بر روش وجود داره. لوزی خطر یا لوزی آتش هم بهش گفته میشه. لوزی خطر یا لوزی آتش چه هست؟ NFPA یا National Fire Protection Association یعنی سازمان ملی پیشگیری از آتش سوزی آمریکا یا انجمن ملی آتش نشانی آمریکا هم بهش گفته میشه. این انجمن یا سازمان روش بین‌المللی رو برای شناسایی خطرات مربوط به یک ماده شیمیایی تهیه کرده که به لوزی خطر معروفه. پس یه روشی رو ارائه کرده این سازمان به لوزی خطر معروفه که روی بعضی از بسته‌بندی ترکیبات این لوزی خطر وجود داره. این نشانه هایی که تو لوزی خطر وجود دارن در سطح جهانی شناخته شده هستن. میزان شدت خطر اون ماده رو مشخص میکنن تا مصرف کننده با یک نگاه اطلاعات اولیه‌ای در مورد اون ماده کسب کنه. بیاین در شکل نگاه کنید. ببینید این لوزی خطر هست. هر قسمت از این لوزی خطر با یک رنگ نشون داده شده و هر رنگ از این یک معنای خاصی داره. عنوان مثال رنگ آبی خطرات بهداشتی یا خطرات مربوط به سلامتی رو نشون میده که میتونه یک عدد از 0 تا 4 تو این قسمت نوشته شده باشه. اگه 0 باشه یعنی ماده بی خطر هست. اگه 1 باشه یعنی خطر ماده کم هست. اگه 2 باشه یعنی ماده خطرناک هست. اگه 3 باشه یعنی خیلی خطرناک هست. و اگه 4 باشه یعنی اون ماده کشنده هست. رنگ بعدی رنگ قرمز هست. رنگ قرمز تو لوزی خطر نشون دهنده اشتعال پذیری و نقطه اشتعال اون ترکیب هست که میتونه از 0 تا 4 یک عدد اینجا نوشته شده باشه و میزان اشتعال پذیری اون ماده رو نشون میده. رنگ بعدی رنگ زرد هست. رنگ زرد نشون دهنده شدت واکنش پذیری اون ترکیب هست. اگه 0 باشه یعنی ترکیب پایداری هست. واکنش پذیری خیلی کمی داره و ترکیب بسیار پایدار هست. اگه 1 نوشته شده باشه مثلا ممکنه در برابر حرارت ناپایدار باشه و همینطور ادامه پیدا میکنه تا شماره 4. اگه شماره 4 باشه احتمال منفجر شدن اون ترکیب هم وجود داره. تو رنگ سفید خطرات خاص نوشته میشه. مثلا اگر یک حرف W انگلیسی که روش خط زده شده باشه نوشته شده باشه، یعنی اینکه در این ترکیب از آب استفاده نشه در کنار این ترکیب. یا مثلا اگه حرف O و X نوشته شده باشه، یعنی اینکه این ماده اکسنده ای هست. در اینجا دو تا دوزی خطر مربوط به دو ترکیب رو میبینید. یکی اتیل الکل هست به عنوان مثال لوزی خطرش نشون داده شده و یکی استون هست که اینجا لوزی خطر اون رو میبینید. خطرات ناشی از انفجار. همونطور که گفته شد اگه با حلال های اتری مثل اتیل اتر، ایزوپروپیل اتر، دیوکسان یا تتراهیدروفوران کار میکنید خیلی احتیاط کنید چون ممکنه خطرات ناشی از وجود پروکسیدهای ناپایدار در اونها وجود داشته باشه. اگه اترها بر اثر مرور زمان یا بر اثر تقطیر تقلیز بشن، غلیظ بشن، ممکنه در اونها پروکسیدهای ناپایدار ایجاد بشن. به انتهای ظرفتون حتما توجه کنید. ببینید اگه رسوبی وجود نداشته باشه، خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. تا اینجا مقدماتی در درس جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی گفته شد. به نکات ایمنی توجه کردیم که لازمه حفظ سلامت شما در آزمایشگاه بود و از اینجا به بعد میخوایم مراحل شناسایی ترکیبات آلی رو شروع کنیم. در صورتی که ماده شما یک جزء باشه و مخلوطی از چند جزء نباشه، این مراحل رو برای شناسایی انجام میدیم. اول آزمایشات مقدماتی هست. بررسی حالت فیزیکی، بررسی رنگ، بررسی بو و آزمون شعله. دوم اندازه‌گیری ثابت‌های فیزیکی است. مثلا نقطه ذوب رو اگه ماده شما جامد باشه اندازه می‌گیرید، نقطه جوش، چگالی، ضریب شکست رو اگه مادهتون مایع باشه اندازه می‌گیرید و سوم آزمایش‌های دسته‌بندی حلالیت هست.
در ادامه مراحل شناسایی ما مرحله 4 رو داریم. مرحله 4 شناسایی کیفی عنصری هست. نمایی از این آزمایش رو در شکل می‌بینید که ترکیب آلی رو به همراه سدیم روی شعله مستقیم ذوب می‌کنیم تا تشخیص بدیم که آیا عنصری مثل گوگرد، نیتروژن و هالوژن که هالوژن ممکنه کلور، بروم و یود باشه، آیا در اون ترکیب آلیمون این عناصر وجود دارند یا خیر. مرحله پنجم هم شناسایی گروه های عاملی هست. اینها مراحل شناسایی ترکیبات آلی هست که برای شناسایی باید این مراحل رو انجام بدیم. همونطور که تو مراحل شناسایی ترکیبات آلی گفتم، مرحله اولمون مرحله بررسی های مقدماتی هست. یکی از شاخه های بررسی های مقدماتی این هست که حالت فیزیکی ترکیب رو بررسی کنیم. بررسی حالت فیزیکی یعنی چی؟ یعنی که شما بیاین مایع یا جامد بودن نمونه مجهولتون رو بررسی کنید که ببینید چه حالت فیزیکی داره که در مجموع در انتهای کارتون همه این مشخصات میتونه تو شناسایی اون ترکیب به شما کمک کنه. به عنوان مثال اینجا چند ترکیب شیمیایی رو میبینید، چند ترکیب عالی هستن که اینها حالتهای فیزیکی مختلف دارن. به عنوان مثال بنزن رو میبینید که مایه بیرنگ هست، یا آنتراسن و تتراسن در اینجا نشون داده شده که این دو نمونه به صورت جامد هستن. بررسی رنگ ترکیب هم یکی از بررسی های مقدماتی هست، به شما کمک میکنه در شناسایی اون ترکیب. ساختار مولکولی یک ترکیب شیمیایی جز خصوصیاتی هست که میتونه روی رنگ ترکیب تاثیرگذار باشه. به عنوان مثال بنزن که مزدوج شدگی کمی داره بی مایه بیرنگ هست. هر چقدر که مزدوج شدگی در ساختار بیشتر باشه شدت رنگ افزایش پیدا میکنه و شما میبینید که در آنتراسن جامد بیرنگی هست و اگه یک حلقه بنزن اضافه بشه بهش و تبدیل به تتراسن بشه، از بیرنگ و سفید رنگ شما به سمت رنگ نارنجی میرید و این افزایش شدت رنگ مربوط به افزایش مزدوج شدگی هست که باعث میشه طیف رنگی افزایش پیدا کنه و شما رنگ نارنجی رو در تتراسن ببینید. یا بعضی از مواد ممکنه در اثر اکسایش بیان تغییر رنگ بدن. یکی از این ترکیبات آنیلین هست. آنیلین اگر خالص باشه یک مایه کاملا بیرنگی هست، ولی این مایع بیرنگ اگه در مجاورت با اکسیژن هوا باشه سریع با اکسیژن هوا اکسید میشه و تغییر رنگ میده و به رنگ زرد در میاد. پس شما اگر آنلین رو رنگی دیدید حتما اون رو ناخالص در نظر بگیرید، چرا که اگر آنلین کاملا خالص باشه کاملا بیرنگ هست. خیلی از ترکیبات هستن که با اکسیژن هوا اکسید میشن و تغییر رنگ میدن. همونطور که تو اسلاید قبل دیدی، وقتی ترکیبات آروماتیک با حالت مزدوج با هم قرار میگیرن، این مزدوج شدگی باعث افزایش شدت رنگ در اونها میشه و هر چقدر که زیادتر باشه شدت رنگ بیشتر افزایش پیدا میکنه که ما پیشرفت رنگ ها رو از رنگ زرد به رنگ نارنجی به قرمز و به رنگ آبی در نهایت داریم که هر چقدر مزدوج شدگی بیشتر باشه ما شدت رنگمون بیشتر و به سمت رنگ آبی پیش میریم. اینجا یک مثال داریم، سیستم حلقوی فلورن رو میبینید. در فلورن یک کربن وجود داره که این کربن هیبریدش SP3 هست. یک گروه 3H2 اینجا داریم که هیبرید SP3 داره. این کربن مانع مزدوج شدگی دو حلقه آروماتیک میشه که بهش متصل هستن. یک جامد سفید رنگ هست. اگه این کربن در این ترکیب اکسایش درش اتفاق بیفته و اکسید بشه و تبدیل به یک گروه کربونیل با هیبرید SP2 بشه، اون وقت مزدوج شدگی در کل این سیستم برقرار میشه. به این ترکیب ترکیب فلورنون گفته میشه که این ترکیب فلورنون جامد زرد رنگی هست و ما افزایش شدت رنگ رو میبینیم در زمانی که مزدوج شدگی وجود نداره. ترکیب یک جامد سفید رنگی هست و وقتی مزدوج شدگی ایجاد میشه و این اکسایش درش اتفاق میفته، ترکیب به ترکیب زرد رنگ تبدیل میشه. مثال دیگه ای رو باز اینجا داریم.
یونهای آریل دیازونیوم مزدوج هستند. این حلقه آروماتیک و یون آزونیوم اون با هم مزدوج هستند. ولی این مزدوج شدگی به اندازه ای نیست که این ترکیب رنگی باشه. این ترکیبی که اینجا میبینی یک ترکیب سفید رنگی هست. وقتی این ترکیب سفید رنگ با N و N دیمتیل آنیلین که خودش ترکیب بیرنگی هست وارد واکنش میشه، محصولی رو ایجاد میکنه که اینجا میبینید. این محصول محصولی هست که بسیار مزدوج هست. دو حلقه آروماتیک درش وجود داره که به وسیله یک پیوند دوگانه‌ای که بین دو اتم نیتروژن برقرار هست، مزدوج شدگی بین این دو حلقه به وسیله این دو اتم نیتروژن برقرار میشه. در نتیجه شدت رنگ این ترکیب بسیار زیاد هست. این ترکیب به رنگ قرمز تند دیده میشه و به دلیل همین مزدوج شدگی زیاد این ترکیب هست. در اینجا دو مورد دیگه از ترکیبات که دارای پیوندهای مزدوج هستند و شدیداً رنگی هستند نشون داده شده. واکنش بالایی واکنش بین 2-4 دینیتروفنیل هیدرازین و استون هست. واکنش پایینی مجدد 2-4 دینیتروفنیل هیدرازین هست و سینمالدهید که باعث شده نتیجه اونها این محصول و این محصول رو ایجاد کنه که این محصولات به شدت مزدوج شدگی دارن، مزدوج شدگی بالایی بین ساختارشون وجود داره. ترکیب بالایی این ترکیب زرد رنگ هست و این ترکیب قرمز یا نارنجی پررنگ هست. در اینجا در بحث بررسی های مقدماتی میخوایم راجع به بوی ترکیب صحبت کنیم. بوی ترکیب خاصیت فیزیکی دیگه‌ای هست که میتونه در شناسایی ترکیب ناشناخته عالی به ما کمک کنه. میزان فراریت ماده، شکل ماده، اندازه مولکول‌های اون میتونه بر بوی اون ماده تاثیرگذار باشه. ترکیبات عالی هستن که وزن مولکولی کمی دارن. در نتیجه ترکیبات بودارتری هستن، چرا که هر چقدر که وزن مولکولی کم باشه، فرارتر هست، نقطه جوش پایین‌تری داره و در نتیجه ترکیب بودارتری هست. بعضی ترکیبات عالی بوی به خصوص